اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل زین للذین کفروا مکرهم و صد عن السبیل فمن یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اشق وما لهم من الله من واق. بعد از اینکه شبهات منکرین توحید را بیان فرمود و به تعبیرات گوناگون این معنا را افاده فرمود که اونها حجت و دلیلی ندارند و کفر برای اینها به عنوان یک مکتب زیبا ظهور کرد و مکر و دسیسی اینها برای اینها زینت جلوه یافت و اینها از راه خدا باز موندند، در ذیل تهدید فرمود که هیچ عاملی نمیتواند اینها را هدایت کند. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی را که خدای سبحان گمراه کند احدی هدایت نمی کند. اذلال و هدایت مبسوطاً بحث شد که خدای سبحان هدایت ابتدایی دارد و هدایت پاداشی، ولی اذلال بدوی ندارد که ابتداءً خدای سبحان کسی را گمراه کند، و اذلال کیفری دارد که اذلال کیفری مربوط به سوء اختیار خود تبهکاران است. اگر کسی با تمام شدن حجت ظاهر و باطن یعنی عقل و وحی کتاب خدا را زیر پا گذاشت و خدای سبحان به او مهلت داد که برگردد و دیگر بر نگشت، توفیق اهتدا را خدای سبحان از او سلب می کند. توفیق را از او سلب می کند نه یعنی او چیزی داشت خدا از او می گیرد، یعنی این فیض را بقاءً خدای سبحان به او نمی دهد. این در رحمت را بروی او باز نمی کند که فرمود به ما یمسک فلا مرسل لهو، که بحثش مبسوطاً گذشت که من یضلل لهو فما لهو منها. اونگاه کیفر دنیایی و اخروی اینها را بیان می کند. می فرماید لهم عذاب فی الحیات دنیا، کفار در دنیا معذب خواهند شد، ولی عذاب الاخرت اشق، یعنی به عذاب اخروی هم معذبند و عذاب اخروی مشقتش از عذاب دنیوی بیشتر است. و ما لهم من الله من واق، چیزی واقعی و حافظ اینها نیست که اینها را از خدا حفظ کند، از عذاب خدا حفظ کند. یک بحث در این است که عذاب دنیا شاق است و عذاب آخرت اشق. یک بحث در این است که هیچ واقعی و حافظی برای کفار نیست، نه در عذاب دنیا نه در عذاب آخرت، و برای انسان هیچ کسی ضمانت نمی کند مگر خود انسان. حافظ انسان خود انسان است بلا غیر، احدی انسان را از عذاب خدا حفظ نمی کند. اما اون امر اول که فرمود لهم عذاب فی الحیات دنیا ولی عذاب الاخرت اشق، اینها در دنیا معذبند و عذاب اخروی اینها مشقتش بیشتر است، نحوه تعذیب کفار را قرآن کریم با چند زبان بیان میکنه. گاهی میفرماید آخرت به سود پارسایان است، یعنی کافر محروم است از این فیض بهره نمیبرد، که میفرماید بل عاقبت للمتقین،
یا در همین سوره رعد که بحثش قبلا گذشت، فرمود برای مؤمنین عقبت دار، یعنی پایان این دار به نفع مؤمنین است. این گرچه بشارت نسبت به مؤمنین است، ولی اشعار به یأس کفار دارد، یعنی کافر از این فیض محروم است. این یک بیان. از این بیان تندتر در همین سوره رعد می فرماید و اقبل کافرین النار، پایان اینها آتش است. یا لهم سوء الدار که بحثش گذشت، این تهدید مستقیم است. گاهی می فرماید به این که عذاب آخرت برای اینها اشق است. اما چرا عذاب آخرت برای اینها اشق است؟ قرآن کریم عذاب دنیا را نسبت به عذاب آخرت کوچک و کم می داند و عذاب آخرت را بزرگ و زیاد. با اینکه عذاب دنیا گرچه مانند غرق فرعونیان باشد که فقشیهم من الیم ما قشیهم، این را کوچک می داند. یا درباره قوم عاد و ثمود که خدای سبحان اون صاعقه و اون سیحه را بر اینها مسلط کرد که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اون طوفان هوایی را بر اینها مسلط کرد که فهل ترا لهم من باقیه، چیزی از اینها باقی نگذاشت، این را عذاب کوچک می داند. اون عذابی که فرمود دمرناهم تدمیرا، اون چنان هلاکشون کردیم، اینها را کم و کوچک می داند و عذاب آخرت را بزرگ و عظیم می شمارند. عذاب عظیم مال آخرت است، عذاب علیم مال آخرت است. عذاب آخرت چیه که اینقدر قرآن از او به عظمت یاد می کند؟ مگر سوزندن عذاب کمی است؟ مگر غرق کردن عذاب کمی است؟ مگر صاعقه عذاب کمی است؟ مگر انسان را زنده زنده زیر گور کردن عذاب کمی است؟ عذاب آخرت چیست که از همه اینها شدیدتر است؟ تعبیرات قرآن کریم گاه این است که ول عذاب الآخرت اشد و ابقا، این در سوره طه آیه 127 است. فرمود و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الآخرت اشد و ابقا. انسان مسرفی کافر را خدای سبحان به عذاب آخرت که شدیدتر از عذاب دنیاست، به پایدارتر از عذاب دنیاست، معذب می کند. ولعذاب الآخرت اشد و ابقا. گاهی می فرماید گرچه اینها در دنیا معذبن، ولی عذاب دنیا نسبت به عذاب قیامت قابل قیاس نیست، زیرا و ساعت و ادها و امر. این در سوره قمر آیه 46 است. در سوره قمر مثل همین آیه محل بحث از سوره رعد، دو عذاب را برای کفار مقرر می‌فرماید، هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت. در سوره رعد آیه محل بحث می‌فرماید عذاب آخرت اشق است، یعنی عذاب دنیا شاق است و عذاب آخرت اشق. همین معنا را با تعبیر دیگر در سوره قمر بیان میکنند، میفرماید که آیه 44 به بعد، ام یقولون نحنو جمیع منتصر، کفار میگویند ما با همیم و جمع من فراوان است و ما منتصریم و پیروز و منتقب. انتصار از آن ماست، پیروزی و انتقام از آن ماست. ولی سیهزم الجمع و یولون الدبر، اینها جمعشون شکست میخورد
ناچار میشوند که به عقب برگردن، عقب نشینی کن. هم جمعشون پراکنده میشود، هم مجبور به عقب نشینی پراکندگی خواهند شد. این عذاب دنیایی اینها که در دنیا شکست میخورند. و اما عذاب آخرت، بل ساعتو موعده، قیامت قرارگاه عذاب اینهاست. که این بل ترقی است، نه صرف نظر از گذشته باشه. این اضراب ترقی است، نه نفی ما قبل باشد. ما قبل محفوظ است به عنوان وعده الهی که کفار یقینا شکست می‌خورند، اما عذاب مهمتر به انتظار اینهاست و اون این است که بل ساعتو موعده و ساعتو ادها و امر. قیامت از هر داهیه‌ای داهیه تر است. اون مصیبت جنگداز غیر قابل تحمل را میگن داهیه. هر مصیبت و حادثه را داهیه نمی نامن، ولی قیامت از هر داهیه‌ای ادهاست و از هر امر تلخی تلختر است. مرارت و تلخی دنیا از هر مرارت و تلخی بیشتر، داهیه قیامتم از هر داهیه‌ای توان فرساتر. و ساعتو ادها و امر، یعنی ادها من کل داهیتن و امر رو من کل مرن، تلختر از هر تلخی است و دردناکتر از هر امر دردناک است. خب اگر این چنین است که در سوره رعد می فرماید ولعذاب الاخرت اشق، مشقتش بیشتر است. در سوره طه می فرماید ولعذاب الاخرت اشق و ابقا. در سوره قمر می فرماید بل ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر. سرش چیه که این همه عذاب آخرت را تشدید می کند؟ و در بعضی از مواردم از او به اینکه اکبر از دنیاست یاد می کند. در سوره سجده آیه 21 این است، می فرماید این کفار که علیه اسلام به مبارزه برخواستن، ولنزیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما اینها را به عذاب ادنا گرفتار میکنیم قبل از عذاب بزرگتر تا اینها برگردن. عذاب دنیا را ادنا میداند و عذاب آخرت را اکبر. مناسب با ادنا ابعد است، مناسب با اکبر اصغر. از این که فرمود ولنزیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، از اینجا معلوم می شود که عذاب دنیا نسبت به عذاب آخرت هم اصغر است چون او اکبر است، هم ادناست او ابعد است. یعنی عذاب دنیا نزدیک است و کوچک، عذاب آخرت دور است و بزرگ. منتها این تناسب در این آیه رعایت نشده، نفرمود ما عذاب اصغر را به اینها میچشانیم دون العذاب الاکبر. در برابر اکبر اصغر رو ذکر نفرمود، فرمود عذاب نزدیکتر. در برابر نزدیکتر دورتر است، باید بفرماید دون العذاب الابعد. این تناسب هم رعایت نشده، نفرمود ما این عذاب ادنا رو اول میچشانیم قبل از عذاب ابعد. در باره دنیا که دو صفت دارد عذابش، یکی که اصغر است، یکی این که ادنا، ادنا را انتخاب فرمود. در باره آخرت که دو صفت دارد، یکی اکبر است، یکی ابعد، یکی را انتخاب فرمود که اکبر باشد. چون مقام مقام تهدید است، در مقام انذار و تهدید شایسته نیست انسان بگوید عذاب کوچکتر، باید بود عذاب نزدیکتر.
در بقام تهدید نباید گفت عذاب دورتر، باید گفت عذاب بزرگتر. اینه که این دو صفتی که برای عذاب دنیاست، یکی اصغر و یکی ابعد، یکی ادنا، اون ادنا انتخاب شد. به اون دو صفتی که برای عذاب آخرت است، یکی این که اکبر است، یکی این که ابعد، اون اکبر انتخاب شد. این نکته است که باید با بلاغت سازگار باشد، یعنی طوری که مقتضای حال را تفهیم کند. حال حال انذار است و تخویف، در حال تهدید و تخفیف نمیگن عذاب کوچکتر، میگن عذاب نزدیکتر، نمیگن عذاب دورتر، میگن عذاب بزرگتر. اینه که فرمود ور نزیغن نه من العذاب الادنا، نه عذاب اصغر، دون العذاب الاکبر، نه عذاب ابعد. ولی از این معنا روشن میشود که عذاب دنیا نسبت به عذاب آخرت اصغر است و عذاب آخرت اکبر است. ور نزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. پس عذاب آخرت اشد است، دنیا شاق. عذاب آخرت اشد است، دنیا شدید. عذاب آخرت اکبر است، عذاب دنیا کبیر. عذاب آخرت ادهاست، عذاب دنیا داهیه. عذاب آخرت امر است، عذاب دنیا مر. اینها اگر تلخند اونجا تلختر است و هاکذا. چرا این چنین خدای سبحان عذاب آخرت را با این عظمت می ستاید؟ برای اینکه در دنیا هر نحو تعذیبی که محقق بشود، اون نحو تعذیب به اذن خدا مقدور دیگران هست. اگر سوزندن است، کافر هم میتواند مؤمن را بسوزاند، انسانی هم میتواند انسان را در آتش بسوزاند و ماننده. اگر غرق کردن است، مقدور دیگران هم هست به اذن الله و ماننده. در قیامت یک نحو تعذیبی است که خدا میفرماد هیچ کس اینجور نمیتونه عذاب بکنه، هیچ عذاب کننده اینجور که من عذاب میکنم نمیتونه عذاب بکنه. فیومئذین لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. این در پایان سوره فجر است. در پایان سوره فجر این چنین آمده که یومئذین یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. معلوم می شود دنیا عالم حیات نبود، که حیات بالقول المطلق مال آخرت است، که می گوید ای کاش من برای زندگیم پیشفرستی تهیه می کردم. فیومئذین لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. هیچ کسی نمیتواند مانند خدا عذاب کند و هیچ کسی نمیتواند مانند خدا انسان را در بند قرار بده. در دنیا هر کس گرفتار میشود، یا چون در راه حق قیام کرده است، اون امید پاداش این رنج را برای او تحمل پذیر میگوید این رنج موقت را تحمل میکنم برای اون سعادت ابد. بنابراین درد خیلی کم احساس میشود، چون عذاب که معنای تک تک کردن بدن و قطع کردن بدن و مانند ذالک نیست. عذاب یه امر ادراکی است. اگر روح ادراک نکند که عذابی در کار نیست. لذا اینها رو که بیهوش میکنن و جراحی میکنن و بدنشون رو قطعه میکنن، این احساسی ندارن، دردی ندارن. تا انسان درک نداشته باشه رنجی نیست. و اگر
به امید یک آینده با موفقیتی این درد رو تحمل بکند، این درد برای او قابل تحمل است، یعنی کم درک میکند. لذا شهدا اونا که به مقام شهود کامل رسیدن که اصلا درد احساس نمیکنند، اونهایی که هم در بین راهن درد احساس میکنن اما نه چندان. هیچ دردی برای شهید به معنا نیست. و اگر کسی در راه باطل رفت و گرفتار انتقام شد که زین لهم مکرهم یا کفرهم، این هم گرفتار یک واهمه است که تاریخ در آینده برای ما پیروزی قائل است، عده‌ای هم به دنبال ما حرکت میکنن، همین اوهامی که دام کفار و منافقین بود و هست. این وهم نمیگذارد اونها عذاب رو درست درک بکنن، به این وهم که آینده خوب و تاریخ خوب به انتظار اینهاست و مال اینهاست. این از لحاظ درک. از لحاظ واقعیت خارج، عذاب برای کافر یا غیر کافر در دنیا بیش از چند لحظه نیست، بالاخره میمیرد. وقتی مرد درد احساس نمی کنه. انسان که مرد درد احساس نمی کنه. این کسی را که میسوزانند، این همون لحظات اول درد احساس میکند، بعد حیاتش از دست داد چه دردی احساس میکنه. این دو چیز در دنیا هست، لذا عذاب دنیا را کوچک و عذاب دنیا را شاق و مانند آن قرار میده. اما چرا عذاب آخرت اشد و اشق و ادها و امر و امثال ذالک است؟ در آخرت یک کافر و منافق وقتی که معذب میشود، اون روز براش روشن شد که بیراه میرد، نه امید آینده دارد، نمی تواند با این عملش کسی را فریب بدهد، چون تمام حق برای او روشن شد. اون روز حق برای همگان روشن شد، ذالک الیوم الحق، چیزی مخفی نیست. پس وهم را در اون روز راهی نیست، خیال را در اون روز راهی نیست. تاریخ آیندگان درباره ما قضا به حکم می کنند، در اون راهی نیست. پس این گونه از اوهام که باعث خفت درک باشد در اونجا نیست. و از طرفی هم تمام شدنی نیست این عذاب، مگر مثل عذاب دنیاست که انسان وقتی وارد آتش شد بسوزد و بمیرد و از بین برود، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، این که از بین نمیرد که، این همیشه در عذاب میکشه. بنابراین عذاب قیامت نسبت به عذاب دنیا اصلا قابل فرض نیست. حالا اگر این مسائل برای یک انسان روشن شد و انسان بیراه رفت، در روایات معصومین علیهم السلام میفرمان اینها دیوانه اند، آیا تعبیر بجاست یا نه؟ که میفرمان اینها عاقل نیستن. اگر در سوره اعلا میفرمان ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا، یعنی لا یموتو فی حال یستریح ولا یحیا حیاتا طیبه، نه می میرد که راحت بشود نه حیات گوارا دارد، همواره در حال عذاب است. اینه که در سوره طه فرمود این ابغاست، این میمونه، قابل زوال نیست. انسانی که میسوزه و نمی میره با انسانی که همین که افتاد و سوخت چند لحظه بعد میمیره، خب یقینا عذاب ها فرق میکنه. اینه که قابل قیاس نیست نسبت به عذاب دنیا. این طور نیست که حالا آدم بتواند یک روزش لااقل تحمل بکنه. عذاب دنیا در این آتشا انسان بعد چند لحظه، شاید به ساعت نکشه، بعد چند لحظه میمیره. وقتی هم که مرد دیگه احساس و درکی ندارد، درکی نبود عذابی نیست. این همه چوبها رو میسوزنن مگر چوبها معذبن؟ عذاب مال درکه، وقتی این رابطه قطع شد درکی ندارد. این دورا. و از طرفی هم یک عذابی در قیامت هست که نمونش ما در دنیا نداریم تا بگیم مثل اینه، و اون عذاب روحی است، اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. اون غیر از نار جهنم است، اون ناری است که به الله اسناد داده شده.
به علت فاعلی نسبت داده شده. اون نار الله الموقده است که فؤاد و روح را می سوزوند. ما در دنیا بعضی از چیزها که نمونه هایی از عذاب روحی باشد داریم، نظیر خجالت، نظیر غم و اندوه و ماننده ها. اما اینها با بسیار از خاطرات درونی همراه است که نمی گذارد انسان درست درک بکند. گاهی که خجل می شود، گاهی که غمگین می شود، این اندوه و انفعال عذاب روحی است. اما با چندین توجیهگری ها ممکنه که این عذاب سرپوش داشته باشد، لذا اونجوری که هست آدم احساس نکنه. در قیامت صاف روشن میشه، نه آیندهی در پشت سر دارد، نمیتواند توجیه کند. بنابراین روز ظهور حق است و اون نار الله احدی قابل تحمل اون را ندارد. لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وساقه احد. این میشود عذاب آخرت اشق، یعنی گرچه عذاب دنیا شاق است ولی عذاب آخرت اشق است. در همون جریان عقیل که است علی سلام الله علیه اون آهن را گداخت و کنار دستش گذاشت، یه برخوردی کرد و داد عقیل در آمد، فمود اتعن من العزا ولا اعن من لزا. استدلال حضرت اینه که تو از آتشی که انسان افروخت نمیتوانی تحمل کنی، من از آتشی که جبار او، یعنی خدایی که به اسم جبار ظهور کرد، او افروخت، چگونه تحمل کنم؟ قابل تحمل نیست. استدلال حضرت اینه، نه اینکه در آخرت هم یه آهن گداخته است، در دنیا هم یه آهن گداخته، مثل همه. اگه مثل هم بودن این همه تعبیرات قرآن کریم که ادهاست، امر است، اشد است، ابغاست، اشق است، که نبود که. بنابراین یه همچه صحنه در دنیا میسور نیست تا اینکه عذاب دنیا مثل عذاب آخرت باشد. قهرن این چنین خواهد شد که ول عذاب الاخرت اشق، یعنی شاقتر از عذاب دنیاست. اون مقداری که بیشتر از عذاب دنیاست، اون مقدار قابل تبیین نیست که چه اندازه مشقتش بیشتر است. نه، واقعیت خارجی هم تصدیق میکنه آیه قرآن کریم را. کفار همیشه گرفتار دو عذابن، یا به جان همان یا مقهور مسلمین. در ذیل آیه کریمه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اونجا امام باقر سلام الله علیه میفرماید که سنت خدا هم بر این هست که از کافر به وسیله کافر انتقام بگیرد، به جان همان، نه همواره دارم کشته میده. کدام یکی از اینا سالم مونده؟ اینها که در برابر ادیان الهی نایستادن، مثل زر هم یعکلو و یتمت او به یلحه هم العمل فسوف یعلمون مانون هست. آخونه در برابر مثل یه حیوان هم دیگه، اونا کاری به کاری کسی ندارن. در باری اونها فرماد زر هم یعکلو و یتمت او به یلحه هم العمل فسوف یعلمون. اما اون که در برابر وحی الهی استاده است، معذب به عذابه این است، یا پیروزی مستقیم اسلام بر اونها یا سلطه کافر بر کافر. سلطه کافر بر کافر را امام پنجم سلام الله علیه در ذیل آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا اونجا بیان می‌فرماید. بنابراین کافر که بخواهد دست به ستم دراز کند به دو عذاب معذب است. یه کافری که مثل حیوان داره زندگی میکنه، خوب نظیر حیوانات دیگه دیگه. چه فرقی بین یک کافری که در لاک خود خزیده است با یک حیوانی که در آشیان خود آرمیده؟ این مربوط به امر اول در این آیه، لهم عذاب فی الحیات دنیا و لعذاب الاخرت اشق. و اما اینکه فرمود به ما لهم من الله من واقن، هیچ کسی جلوی عذاب الهی را نمیتواند بگیرد. ظاهر این جمله اخیر مطلق است، هم نسبت به عذاب دنیا هم نسبت به عذاب آخرت.
اگر گروهی مستحق عذاب دنیا شدن، هیچ کسی اونها را حفظ نمی کند. و اگر سخن از عذاب آخرت هست، استحقاق عذاب آخرت هست، هیچ کسی واقعی و حافظ اینها نیست. تنها یک چیز است که حافظ انسان است و اون تقوای خود انسانه. وقایت انسان، پرهیز انسان، حافظ خود انسان است بلاغیت. این که اگر خدای سبحان اراده تعذیب کرد، نه کسی اونها را از عذاب دنیا حفظ میکند نه از عذاب آخرت، آیات قرآن کریم تقریبا چند طایف است. بعضی از آیات هم که درباره خصوص عذاب دنیا آمدن که کسی اونها را از عذاب دنیا حفظ نمی کند. بعضی ها در خصوص عذاب آخرت است که در آخرت اینها حافظی ندارن. بعضی ها مثل این آیه جامع و مطلق بین العذابین است، یعنی نه در دنیا اینها حافظی دارن نه در آخرت اینها حافظی دارن. در سوره غافر این چنین آمده، سوره غافر آیه 21 اینه که مربوط به عذاب دنیاست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واقع. فرمود اینا چرا سیر در زمین نمی کنن؟ نه تنها چرا کتاب تاریخ نمی خوانن. کتاب تاریخ یک گوشه از جریان را حل می کند. حضور در صحنه و موفقیت اراده الهی را دیدن گوشه دیگر را تبیین می کند. می فرمود اینا هم برن ببینن خدا چی کرد و چگونه به حیات کفار خاتمه داد. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض. اونا که قبلا معذب شدن و از بین رفتن، از کسانی که فعلا در برابر وحی به مبارزه برخواستن قدرتمندتر بودن، آثارشون بیشتر بود. فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واقع. روز خطر هیچ عاملی اینها را از عذاب الهی حفظ نکرد، تحت وقایت و حفظ هیچی نبوده. این عذاب دنیا. استدلال هم می‌فرماید ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا فاخذهم الله انه قوی شدید العقاب. در باره عذاب آخرت که آیات فراوانی است که عذاب آخرت هرگز از کفار دور نخواهد بود، در سوره معارج آیه دوم سأل سائر بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج کی تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه. که این ناظر به عذاب آخرت است. هیچ دافعی برای عذاب اخروی ندارن که جلو اون عذاب را بگیره. و این قسمت از آیات کم نیست، آیاتی که دلالت بکنند بر این که عذاب خدا قابل دفع نیست، عذابی که برای کفار خدای سبحان تنظیم فرمود. در سوره طور این چه آمده که آیه هشتم سوره تو این عذاب ربک لواقع ما له من دافع. چه این عذاب واقع می شود؟ یوم تمور و سماع و مورا. اگر این بعد نبود خب انسان به اطلاقش تمسک می کرد، اما بعد ظرف این عذاب است. چه این عذاب واقع می شود؟ یوم تمور و سماع و مورا، اون روزی که آسمان ها می لرزن، که ناظر به عذاب آخرت. بنابراین عذاب الهی نه عذاب دنیاویش نه عذاب اخرویش هیچ کدام قابل دفع نیست. اینها آیاتی بود که یا درباره عذاب دنیا بود یا درباره عذاب آخرت.
و اما اونچه که جامعه هر دوست، همین آیه سوره رعد است که محل بحث است، فرمود به این که لهم عذابون فل حیات دنیا یک، ول عذاب الاخرت اشق دو، و ما لهم من الله من واق. این ما لهم من الله من واق جامعه هر دوست، نه عذاب اولی نه عذاب دومی، هیچ کدام از اینها دفع نمی شود و کسی اینها را حفظ نمی کند. تنها یک عامل است که انسان را حفظ می کند و اون را در سوره تحریم بیان فرمود، آیه ششم سوره تحریم که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون حفظ کنی، خودتون و تا اونجا که میسور هست اهلتون رو حفظ کنید. اون ناری که آتشگیرش مردمند و سنگها، وقود و هن ناس و الحجاره، وقود اون آتشگیره است، آتشگیره اون هیزم های بزرگی هم که این آتششون خاموش نمیشه، تا یه مدت زیاد میمونه. این هیزم های کوچیک که پژمرده شدن خاکستر شدن، اگر بخواهن هیزومه جدید بیارن آتش روشن کنن، اون آتشگیره که مثلا تنه درخت بزرگیه اون هنوز دارای آتش هست، این هیزومه بعدی را با آتش اون میگیرونن، اون ریشه و اون تنه درخت های بزرگ اینا رو میگن آتشگیره، وقود اینه که دیگران را با اون میسوزونن. این قاتل و ائمه الکفر اینا در دنیا هم وقود بودن، در آخرت هم وقودن. یه وقت انسان خودش میسوزه، دیگران هم میسوزونه، در قیامت هم وقود میشود. یه وقت نه یه هیزمی سیفت خودش میسوزه. فرمود در اونجا وقودش مردمی هستن این چنین. اما این مردم کیان؟ این رو نمونهاش ذکر فرمود. فرمود کدع به آل فرعون. در بعضی از آیات وقتی وقود را تبیین می کند می نامد هم وقود النار یا کدع به آل فرعون، تصریح می کند اون وقود اینان، اون وقتی که این چراغ‌های نفتی و وسایل صناعی نبود، یا الان هم اون جاهایی که این وسایل صناعی نرفته با هیزم که نیازهاشون رفع می کنند، اون تنهای درخت را، اون ریشه های درخت را که قویست و میمونه، اونا رو به عنوان وقود در اجاق نگه میدارن. اینا چند شبان روز روشنه، اون هیزم های کوچیک رو به وسیله این مشتعل میکنن. در قیامت هم وقود جهنم اون ائمه کفرن. وقتی قرآن وقود را یک جا معرفی میکنن، تمام وقودش مردمن. جای دیگر هم نشانه ذکر میکند، وقتی جریان فرائن را ذکر میکند و بود هم وقود النار اینان، یا کدعب آل فرعون. در چند جا فرائن را وقود النار میدوند این ائمه کفر را. بنابراین هیچ واقعی نیست مگر تقوای خدا آدم، که فرمود فقط خودتون رو باید حفظ کنید. در روز خطر کسی واقعی شما باشد نیست، تنها تقوای خود شما، حفظ خود شماست که شما را از این عذابین نجات میدهد. قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. و این هم روشن است که چرا هیچ کسی واقعی نیست. در دنیا اون بدنه کار گفته شد که از دیگران هم برمیادی در دنیا میسر هست، ولی عذاب که میسر نیست. اون کسی که درک نمی کند عذاب را، اگر عشق شهادت دارد اصلا این تیر رو درک نمی کند، یا اگر اون تیر رو از پاش می کشند در حال صلات احساس نمی کند، اون که عذاب ندارد. اونی که از دیگران ساخته است، اینی که این جسم را بیازارن، یعنی قطعه قطعه کنن، مجروح کنن، مصدوم کنن و مانندان، این که عذاب نیست.
عذاب مربوط به درک است. اگر کسی را پای کسی را قطع کردن و احساس نکرد، قلبش متوجه معبود خودش بود، این که عذاب نمی‌بیند که. این چه عذابی دارد؟ نسبت به اینها که این حال را دارن اصلا عذاب نیست. نسبت به دیگران هست منتها کم. اون ساحرانی که حسن ختام نصیبشون شد به ایمان آوردن، به فرعون گفتن فغزه، انما تغزی هذه الحیات الدنیا، هر چی بخوای بکنی بکن. گفت دست میبرم سر میبرم ولو اسلبن نکن فی جوجو نخل، آویزان میکنم. گفتن فغزه، ما انتقازه، هر چی بخوای بکنی بکن. چرا؟ برای که انما تغزی هذه الحیات الدنیا، فقط همین چند روز دیگه، بالاخره کشتی ما که نمیمونیم که، میمیریم دیگه، دیگه دردی نیست. بله، ننگس احساس نباشد، اما انسان وقتی هم به جای عالی تر رسید، به مقام بالا رسید، از احساس هم نمی کند. در جریان شهدای کربلا از امام باقر علیه السلام سوال کرد اینا چه احساسی داشتن؟ اما درد احساس نمی کردن. مثل این که آدم با دو تا انگشت خودش گوشت انگشتیاری قلی فشار بده، همینقدر. نه، صحبت این نیست که من الله هست یا من غیر الله، صحبت اینه که چرا عذاب آخرت اشق است، اشد است، ابغاست، ادهاست، امر است. چرا اون عذابی که در قیامت هست در دنیا اصلا نمونش نیست؟ و اگر چنون که تمام موجودات سپاهیان حقن و خدای سبحان اراده تعذیب شد، چه موجودی میتواند جلوی اراده خدا را بگیره؟ لذا واقعی فرض نداره. این نکره در سیاق نفی در حقیقت نفی جنس است، اصلا واقعی فرض نداره کی حفظ بکند، چون همه که دارن مأموریت الهی را انجام میدن. کسی میتواند جلوی اراده خدا را بگیره؟ نه خود این شخص معذب و نه دیگران، برای اینکه خود این شخص معذب مانند دیگران همه و همه مأموران الهی هستند که لله جنود السماوات و الارض. اگر همه جند الهی هستند و دارن دستور حق رو اجرا میکنن، فرض ندارد کسی در برابر امر اله مقاومت کند، بجلو او رو بگیرد. لذا به عنوان نکره در سیاق نفی، نظیر نفی حقیقت جنس، در این گونه از موارد مفهمد و ما له من الله من واقع، اعاذنا الله من شرور انفسنا. برای همه شهدا مخصوصا طلبه هایی که اخیرا رفتن، یه فاتحه هم قرائت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.